بدونش نگشون، دستتو بذار جلو و بذار پایین، یه دونه راست یه دونه چپ. یعنی اینجوری؟ آره یه دونه راست یه دونه چپ. فقط دقت کنید پای پشتتون پاشنه اصلا چرخش نداشته باشه. هر یه دونه راست یه دونه چپ یکی و ده شماره. هر موقع ده تا تموم شد عوض کنید لطفاً جهتتون رو. پا رو که کج میخواییم ببرین عقب، اول نوک انگشتای پا رو بذارید رو زمین جاش مشخص بشه، بعد که کج گذاشتین نوک انگشتا رو گذاشتین، بعد کامل کف پا رو بذارید، چون جاش فرق میکنه تا اینکه یه هایی بخواییم کامل کف پا رو بذارید که این بتونه دقیقاً اون قسمت باسن رو درگیر کنه. سر به سمت روبرو، پشتتون رو اصلا گرد نکنید، سرتون خم نباشه، باید خیلی عالی نگه داشتین. الان همتون دو تا آجرتون رو بذارید روی هم دیگه. سر ببینید میخوام پای سمت راستم رو، این پا میخواد کنار این باشه، پای سمت راستم رو دیدیم واسه این که بتونم تو جهت لگن بیارمش و این پا حتما ببینیم الان اینو که بکشم عقب دقیقا وسط این پاره. خب برام با یه فاصله 10-12 سانتی میذارم که از عرض لگن دیگه بیشتر نشه، ولی این پاره که میخوام بذارم روی آجر از این پشت اگه میخوام بیارم یه ذره اینجوری به این تعادل رو میریزه به هم. خب به خاطر همین مثل این نیم دایره از اون بغل میارم، کف پامو میذارم روی آجر، با یه فاصله 10-12 جهت انگشته پا من به سمت روبرو، فقط نذارین که زانوتون بره به سمت بیرون. من یه دور حرکت هنگ رو انجام بدم، این کف پا فاصله 10-12 سانتی، این پا من به این صورت، زانو از انگشته پا جلوتره. خب حالا میخوایم تا جایی که میتونی خودمون رو بکشیم به سمت پایین که این لگن کشیده شه، فقط نذارید پاتون بیاد اینجوری بیاد بالا پاشنه، میخوام پاشنه رو حتما به آجر نگه داریم، خودتون بکشیم به سمت پایین. حالا خیلی آروم پای رو زمین رو روی پاشنه روی پنجه بلند کنید، یعنی پاشنه رو ببرید بالا بیارید پایین. میتونید پاشنتون هم فشار بدین روی آجر، ولی اون بیتعادلی رو حتما میخواییم. پای سمت چپ رو وقت تموم کن، پای سمت چپ هم رو میذارم روی آجر، آجر راستم پای سیر پای راستم با یه فاصله 8 سانتیه تقریبا آجر ها. خب این رو به اندازه ببینید، این یه قدم آجو، این دو قدم آجو، دقیقا همینجوری حالت رول ببرید آجو رو، ولی اون فاصله 8 سانتی که این وسط بود رو حفظ کنید. 8 سانتی که بین آجو را فاصله بود از اینجوری که میان عقب و 8 سانته باشه. خب حالا برید بالا رو آجو رو تون بیستین، ببینید دقت کنید پاشنه پاتون از راست و چپ آجر خارج نشه، پاشنه جلو این اتفاق نمیافته براش، پاشنه پشت میپیچه، یعنی یه وسط حرکت میبینید که مثلا یه سانت پاشنتون رو آجر نیستش. حالا من نگاه میکنم اینا بهتون میگم، ولی پاشنه پاتون رو حتما روی آجر نگه دارید، الان شاید یه کوچولو ساق پاتون توی کشش باشه، هر دو دست رو ببرید بالا از قسمت لگن، خمشید به سمت جلو، پای پشت رو بلند کنید، دوباره که برگشتید پا رو بذارید رو آجر. ببینید اینجا برمیگردید نقشش خیلی مهمه، چون اگه قرار باشه که هر دفعه که میرید و میایید این پای کج بیاد اصلا حرکت فایده نداره، به خاطر همین باید خیلی آروم حرکت رو بزنید که وقتی هم که میرید جلو پاهاتون نپیچه جهت انگشته پا به سمت زمین باشه، و وقتی هم که برمیگردیم پاشنه پاتون از آجر خارج نشه، یعنی دوباره صافش کنیم.
خب دقیقا این ساق پای جلو درگیر میشه اگه حرکت رو درست انجام بدیم، ساق پای جلو درگیر میشه. جهت انگشتای پا به سمت پایین، این بی‌تعادلی خیلی عادیه. خب نذارید پا از عرض بدن خارج شه. وقتی که پا رو از پشت باز میکنید پاتون از زاویه از باسن بالاتر نره، تو همون زاویه نبرد. حالیس جون یه خورده پای پشتتون میچرخه به سمت بیرون، یه ذره پایین تر تا خط پاشنه تا خط باسن، نوک انگشتا به سمت زمین، گردناتون رو خم نکنید، نگاه به سمت جلو باشه.